ابتدا یه آماری داشته باشیم. به هر حال شما میدونم به طور دقیق از بد و امر تا به امروز این مسائل رو پیگیری کردید، در شبکه خبری مطبوعتون اطلاع رسانی گسترده ای داشتید. بفرمایید چه تعدادی بازداشتی داشتیم از ابتدای حوادث در واقع تظاهرات سراسری در ششم و هفتم دی ماه تا به امروز، چه میزان افراد بازداشت شدن، از این میزان چه میزان آزاد شدن، چه مقداری در بازداشت هستن، آیا میشه به اعداد و ارقام قابل قبولی رسید در این زمینه که تجمیع کنه داده های نهادهای مختلف رو؟ این به دلیل اینکه خب به تبع من با همکاران و دیگر دوستانم در داخل ایران و خارج کشور یه سری فعالیت‌های انجام میدیم و سعی می‌کنیم در حوزه بازداشت شدگان و یا کسانی که کشته شدن خب به هر تقدیری در بحث اطلاع رسانی سهیم باشیم و کوشش کنیم که آمار درستی در بیاریم. اما اون چیزی که مشخصه، البته تا حالا داده های زیادی بوده، صحبت از 3000 خورده ای بوده، ولی اون چیزی که مشخصه بیش از 6000 نفر در ایران بازداشت شدن. این آمار شاید از این بابت درست‌تر باشه، من باب اینکه بسیاری از شهرها و شهرستانها هم افرادی بازداشت شدن، به قید وثیقه آزاد شدن، اما در آمار بازداشت شدگانی که حالا 3700 نفر اسم آورده شده نبودن و یا افرادی که طی روزهای اخیر بازداشت شدن، همونطور که شاهد هستید باز هم اعتراضات به صورت جست و گریخته در ایران وجود داره، نه به صورت متمرکز، نه به صورت سازماندهی شده، اما باز هم از طریق شعارنویسی و مسائل این چنینی که در حیطه اعتراض به موارد مختلف نقض حقوق بشر، حقوق انسانی و مسائل سیاسی اقتصادی که در ایران وجود داره، اون چیزی که آمار میشه داد اینه که حداقل 6000 نفر بودن. ببینید این 6000 نفر همونطور که اشاره کردم برمیگرده به شهرها و شهرستانهای مختلف که ما از اطلاع زیادی ازشون نداریم، فقط بر اساس ارتباطاتی که با بعضی از فعالین مدنی و حقوق بشر در شهرهای مختلف داشتیم به دست آوردیم. طبعا شاید این آمار بیشتر باشه و شاید هم کمتر باشه، اما تعداد کم بودنش خیلی کم نیست. اون چیزی که مشخصه اینه که آمار خیلی بالا بوده، اما خب متاسفانه بعضی از رسانه‌ها مایل به این نیستن که این تعداد واقعی رو نشون بدن، چرا که اگر این تعداد واقعی مشخص بشه نشون میده که مثلا اگر در بین 100 نفر یا در بین 1000 نفر اگر یک نفر هم گرفته باشن، تعداد خیلی زیادی در اعتراضات شرکت کردن. کما اینکه شاهد هستید و خودتون حتما مطالعه کردید و دیدید که بعضی از رسانه‌ها، بخصوص رسانه‌های داخل کشور، زیاد تمایل به این موضوع ندارن که این آمار بازداشتگان قطعی باشه، این تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری و هورافین دی ماه مشخص باشه. اون چیزی که من میتونم به عنوان یک فعال حقوق بشر و کسی که تو این زمینه دارم تلاش میکنم اینو بگم که آمار بازداشتگان بسیار بالا بوده. بی‌نهایت ممنونم. برمیگردم به شما، در مورد این بازداشتگان به تفصیل صحبت خواهیم کرد. اما نیلوفر غلامی هم همراه ما هست، کنشگر و فعال حقوق زنان و حقوق بشر. خانم غلامی سلام و عرض احترام من رو بپذیرید. از دختر خیابان انقلاب چه خبر؟ من هم سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه و مهمان محترمتون. راستش خبری که همین اخیراً به دستمون رسیده، اسم این خانم مشخص شده، زن خیابان انقلاب. نامش بیدا موحد هست، 31 سال داره و یک فرزند 19 ماهه داره و اطلاعات که هست این که اکنونشون در بازداشت هستن، اما مشخصاً این که در کدام بازداشتگاه یا زندان به سر میبرن این هنوز مشخص نیست. خانم غلامی، از نحوه بازداشت خانم موحد در روز وقوع حادثه خبری هست؟ به هر حال تا جایی که ما میدونیم ایشون روی یک پست برق در نبش خیابان ابوریحان و خیابان انقلاب، خیابان شاهرضا و خیابان انقلاب، رو اون شیرفروشی معروف فرانسه ایستادند و در حقیقت پرچم صلحی یا به عبارتی روسری و شال سفید خودشون رو تکان تکان میدن. همین اتفاق دقایقی بعد با بازداشت ایشون همراه شد. از حضور او بر پست برق فیلم‌های متعددی منتشر شد که حالا به دفعات هم در رسانه‌ها یا فضای مجازی دیدیم، اما از نحوه بازداشت او، چه شد و از کجا فهمیدیم که او بازداشت شده بدون اینکه هنوز مشخصات فردی او رو بدونیم؟ فیلم‌های بسیار زیادی از حرکت اعتراضی این زن منتشر شد، اما هیچ فیلمی از لحظه دستگیری ایشون نیست و تنها این سرنخ‌هایی که به دست آمده و اطلاعاتی که داریم
مشاهداتی هست و اخبار اطلاعاتی هست خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از طریق پرسجوی محلی به دست آوردن که این خانم دستگیر شدن و به کلانتری خیابان انقلاب برده شدن، کلانتری 148 اگه اشتباه نکنم، و گویا مدت کوتاهی آزاد شدن و دوباره با شدت گرفتن اعتراضات و پیچیدن نام ایشون در فضای مجازی مجددا دستگیر شدن و خب خبر بیشتری، میگم جزئیات بیشتری، متاسفانه هنوز در دستمون نیست. بسیار عالی، اشاره کردید به نسرین ستوده وکیل پایگاه دادگستری که خودش هم طعم تلخ زندان رو چشیده. اگر اجازه بدید صحبت‌های خانم ستوده در مورد خانم ویدا موحد رو بشنویم، دقیقاً در جریان اطلاعاتی که شما گفتید از زبان ایشون قرار بگیریم، برمیگردیم به روند این گفتگو با دوستانم ادامه میدیم. بله، دیروز من به اتفاق همسرم به اون محل رفتیم. اطلاعاتی که از تحقیق محلی ما به دست آوردیم این بود که این خانم 31 ساله بود و دارای کودک 19 ماهه‌ای هست و اون روزی که بر بلندا ایستاده و رو سری شالش رو به اهرمی زده بود و در دست نگه داشته بود، اون روز با واکنش‌های مختلفی یه عده حمایت می‌کردن، یه عده مخالفت می‌کردن و بعد از مدتی این خانم بازداشت میشه و به کلانتری که در 500 قدمی اون محل قرار داره بر خیابون انقلاب، کلانتری 148 منتقل میشه. ابتداعا قرار آزادی ایشون صادر میشه اما بعد از مدت کوتاهی دوباره بازداشت میشه. آخرین خبر ما حاکی از این بود که ایشون هنوز در بازداشت سر میبره. خانم ستوده، گفتید که تحقیق محلی ثابت کرده که اون دختر که هنوز نامش هم نمیدونین همون روز بازداشت شده. وقتی میگین تحقیق محلی، مقصودتون چیه؟ کسانی که دیروز ما رفتیم اونجا حضور داشتن و شاهد ماجرا بودن، بعضی از افراد، بعضی از اونها، و همینطور در موجعه که به کلانتری داشتیم دست کم از طریق مامورین کلانتری هم حضور ذهن داشتن که بله اون خانم بازداشت شده و آخرین خبر اینه که ایشون در بازداشت به سر میبره. خبر دارید که آیا اتهامی هم به این خانم تفهیم شده یا نه؟ یکی از کسانی که اونجا شاهد تفهیم اتهام این خانم بود گفت که اتهام اخلال در نظم عمومی براش تفهیم شده، اما من در مورد هیچ کدوم اینا اطمینان ندارم. خانم ستوده، این اطلاعات رو برای چی روی صفحه فیسبوک خودتون گذاشتید؟ من فکر میکنم که به جهات مختلف این خبر حائز اهمیت بود، خبری که این همشهری و هموطن ما در تهران انجام داده بود. اولا که برخلاف این که در قانون اساساً حتی اگر ما بی‌حجابی رو جرم‌انگاری هم بکنیم، مجازاتی میتونه حتی 50,000 تومان جریمه داشته باشه یا شلاق یا 2 ماه حبس، اما به چنان تابوی در جامعه تبدیل شده که مجازات اون گاهی از حد تصور افراد هم فراتر میره. و همینطور طی سالهای گذشته قبل از انجام هر گونه تشریفات قانونی و محاکمات قانونی، افرادی رو که به نظر مأمور مربوطه بدحجاب به خیابان آمده و نه بی‌حجاب، اول مورد ضرب و شتم قرار دادن، بعد هم اساساً دیگه اهمیتی نداره برای چنین شخصی دادگاهی تشکیل بشه یا نشه. من به دلیل تابویی که پیرامون این موضوع در جامعه ما وجود داره، بسیاری در ایران این نگرانی رو با خودشون داشتن، من هم یه شهروند بودم این نگرانی رو داشتم، فکر کردم که با مراجعه به محل میتونم اطلاعات بیشتری به دست بیارم. اطلاعاتی که دادید که این خانم 31 سال است و کودک 19 ماهه‌ای داره، آیا میتونه کمک بکنه به این که مشخص بشه اصلا کی هست، اسمش چیه، الان کجا هست؟ به هر حال رفع اتهام از هویت ایشون کم و بیش به اراده خودشون بستگی داره و باید خودشون این اقدام رو بکنن، اما من امروز هم پیگیر پرونده در دادسرا بودم که ببینم دقیقاً تا آخرین لحظه پرونده این خانم در چه وضعیتی قرار داره. موفق نشدم، اما ما میتونیم برای شهروندان دیگه نگران باشیم و برای اینکه این نگرانی رو به هر حال غلبه کنیم، به عنوان یک انسان اقداماتی بکنیم که لااقل از حفظ جان اون مطمئن بشیم. و من به این دلیل این کارو کردم. آیا میشه تایید یا تکذیب کرد که این خانم الان در بازداشته یا در خونه به سر میبره؟ به هر حال اون چه که در مراجعات دیروز من هم ساکنین محل و هم
کلانتری محل آخرین تحولی که در این پرونده به من گفتن که در بازداشت به سر می‌بریم. اون چه شنیدید صدای سرکار خانم نسرین ستوده بود که روی تصاویری از صفحه آزادی های یواشکی، صفحه کمپین چهارشنبه های سفید به مدیریت سرکار خانم مسیح علی نژاد در واقع به شما عزیزان تقدیم شد. مسیح علی نژاد و یارانش در چهارشنبه های سفید در پایان هفته‌ای که گذشت و در وومن مارچ، تظاهرات زنان در ایالات متحده آمریکا که برای دومین بار در سالگرد نخستین سالگرد راهیابی رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید برگزار شد، در سر تا سر خاک این کشور و در بسیاری از مناطق در داخل و خارج از ایران نماد روسری سپید بر چوب دستی، نمادی که دختر خیابان انقلاب سرکار خانم ویدا موحد اون رو بلند کرده بود بلند کردند و در گوشه و کنار دنیا صدای رسای دختر خیابان انقلاب شدند. خانم غلامی، برگردم به شما، فکر میکنید تا چند اندازه این فعالیت‌های گسترده‌ای که در خارج از کشور برای شناسایی خانم موحد انجام شد منجر شد به اینکه ما از ایشون اطلاع پیدا کنیم، نام ایشون رو به دست بیاریم و بتونیم که بدونیم با که بودیم، با که در ارتباط هستیم و چگونه بایستی در حقیقت به کمک او و خانواده او بریم؟ قطعاً 100% بی تأثیر نبوده فعالیت هایی که انجام شده. خب میدونیم یک طوفان توییتری به راه افتاد با هشتگ دختر خیابان انقلاب کجاست و توییت های فراوانی شد. کاربران در فضای مجازی چه در توییتر چه در شبکه های اجتماعی دیگه ابراز نگرانی کردن نسبت به وضعیت این زن و این ابراز نگرانی ها واقعاً به جاست، به خاطر اینکه ما با یک نظامی طرفیم که با ایدئولوژی خودش و با ظلم هرچه تمامتر میبینیم که برای مقابله با شهروندان همونطور که روزهای گذشته هم خبرش رسید، مثلا دست یک سارق رو به خاطر دزدیدن گوسفند قطع میکنه، اما دزدان اموال عمومی هم و کسانی که خب اختلاس انجام میدن میلیاردها تومان رو از مملکت خارج میکنن، به طرق مختلف اختلاس میکنن، آزادانه در جامعه میگردن، اما این دستگاه قضایی فقط تنها برخوردی که انجام میده با کسانی هست که خب مطالبه های به حق دارن، حقوقشون رو از جامعه طلب میکنن و واقعا این نگرانی ها به نظر من کاملا بجاست. هنوز هم با وجود اینکه خب هویت این خانم برای ما مشخص شده و ما فهمیدیم که نام ایشون چی هست، به نظر من نباید دست برداشت و باید فشار آورد به مقامات قضایی و درخواست این رو کرد که ایشون حتما آزاد بشن، به خاطر اینکه مطابق هیچ قوانینی ایشون هیچ کار اشتباهی رو مرتکب نشدن و حقوق انسانی هر کسی هست که در راستای مطالبات خودش دست به اعتراضات مدنی بزنه و ما دیدیم که این اعتراض مدنی این زن شجاع یکی از قوی ترین و قدرتمندترین اعتراضاتی هست که حداقل در چند دهه اخیر انجام شده توسط زنان بر علیه حجاب اجباری. بی نهایت برمیگردم بهتون خانم غلامی. آقای اسماعیل پور، همزمان با بازداشت دختر خیابان انقلاب خانم موحد، ما شاهد بازداشت های متعدد دیگری هم هستیم از اقشار مختلف جامعه، خصوصا جوانهایی که در تظاهرات های اعتراضی در سراسر کشورمون شرکت کردند. خیلی از این بازداشت‌ها در شهرستان‌ها انجام شده. به هر حال ما می‌دونیم که موج گسترده‌ای از این اتفاقات در شهرستان‌ها رخ داد و در شهرهای کوچک و بزرگ کشورمون نزدیک 90 شهر شاهد تظاهرات اعتراضی بودیم. در تهران هم علی‌رغم اینکه تظاهرات وجود داشت در میادین انقلاب، فردوسی و دیگر محلات تهران به روایت تصاویر منتشر شده، اما خیلی از بازداشت‌ها متمرکز بود روی برخی از فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگارها یا کنشگران حقوق بشر. فکر میکنید دلیل این بازداشت ها چه بود؟ ببینید توی تهران به خاطر اون وضعیت پایتخت بودن، وضعیت سیاسی که هر کشوری نسبت به پایتخت خودش داره، خب برخوردها شدید بود، به خصوص اینکه این تجمعات اول از طرف خود مردم بود، البته تا آخر هم مردم حضور داشتن، اما رفته رفته حمایت گروه های مختلف من جمله دانشجوها و بعد از اون تجمعات خب گروه های فعال مدنی فعال مدنی و یا کارگران و یا در کنار اونها فعالین چپ و دیگر گروه ها
به نوعی داشت این گستردگی خودش رو در اتحادی با دیگر گروهان سیاسی و فعالین مدنی ادامه پیدا میکرد و حکومت ایران به وضوح میدونه که رهبری در اعتراضات سراسری وجود نداشت و وقتی که گروه های مختلف سیاسی که بار اندیشه سیاسی دارن و سالها در این حوزه کار کردن و میدونن چه اعتراضات بیشتری ادامه بدن، مثلا درخواست رفراندوم و از طرف خب گروه های تقریبا میشه گفت بلیت جامعه، نخبگان جامعه صورت گرفتش، نگرانی حکومت نسبت به اتحاد بیشتر و البته شکافی که خود اصلاح طلبها داشتن ایجاد میکردن خودش مانع بود، اما نگرانی شدیدی حکومت جمهوری اسلامی از این اتحاد بین مردم پیدا کردش. برخوردی که در تهران و یا شهرهای بزرگ صورت گرفته خب برخورد سیستماتیکی بوده که در تمامی اعتراضات یه سالهای پس از انقلاب وجود داشته، اما در شهرستانها برای نیروهای امنیتی یک شوک بزرگی بودش، شوکی که هرگز تصور نمی‌کردن از سوی شهرهای کوچک حتی روستاها و شهرستانهای مختلف خب مردم بیان اعتراض کنند و وقتی اونا رو بازداشت کردن به خاطر اینکه بی تجربه بودن نسبت به برخورد با مردم شدیدترین برخوردها رو کردن که کمان که چند نفر در این بازداشت‌ها کشته شده. بی نهایت سپاسگزارم. خانم غلامی میدونم فرصت کوتاهی داریم، از قبل قول دادم که زمان خیلی محدودی از شما وقت بگیرم، ولی یک سری از بازداشت هایی هم که در تهران انجام شد همونجور که آقای اسماعیل پور اشاره کردن بازداشت های دانشجویان بود، بعد گفتن این بازداشت ها جنبه پیشگیرانه داشته، یعنی ما میترسیدیم دانشجوها برن مثلا در تظاهرات شرکت کنن، اینا رو بازداشت کردیم که یه وقتی نرن شرکت کنن که بعد آزاد. یعنی چی؟ یعنی جنبه بازدارنده از بازداشت با جنبه بازدارنده برای من ثقیل فهمش، میدونین چی میخوام بگم؟ از شما بشنویم. ببینید حکومت جمهوری اسلامی خب سعی میکنه توجیهات مختلفی بیاره برای روشهایی که خب مردم رو سرکوب میکنه و ترس بزرگ این حکومت من فکر میکنم از نیروی مردم هست و واقعا ترس به جایی هست، چون خواست مردم واقعا ارجحیت داره بر هر چیزی. مردم هر زمانی که واقعا بخوان تغییر بزرگی ایجاد بکنن و اون قدرت خودشون رو باور داشته باشن، قطعا من فکر میکنم که هیچ نیروی، هیچ اراده‌ای، حتی سرکوبگرترین حکومت‌ها هم نمیتونن مقابل اراده مردم بایستن، هرچند خب تقلایی میکنن و سعی میکنن از راه‌های مختلف به نوعی سرکوب بکنن، اما در نهایت این اراده مردم هست که پیروز میشه. خانم غلامی، تا شما رو داریم و از حضور شما مرخص نشدیم، این سوال رو هم بپرسم، آیا تفکیک جنسیتی در مورد بازداشت‌های انجام شده هم وجود داشته؟ مشخص است چه مقداری از بازداشتی‌های اخیر مرد بودن، چه مقدار زن بودن؟ به هر حال خوشبختانه تا به این لحظه در میان جانباختگان این حوادث ما خانومی نداریم، به استثنای خانومی که دو روز گذشته اگر اشتباه نکنم تصویر او از زیر گرفتن در ربات کریم تهران به وسیله ماشین نیروی انتظامی منتشر شد. در مورد جانباختگان زن یا بازداشتگان زن هم باز بیشتر از شما بشنویم. اطلاعاتی از این که خب چه تعداد از بازداشتی ها زن هستن مشخصا وجود نداره، اما خب تعدادی از افرادی هستن که خب دستگیر شدن، تعدادی از فعالان دانشجو بودن که آزاد شدن، اما یکی از این فعالان خانم سفیده فراهان هست که همچنان در بازداشت در زندان اوین به سر میبرن و خب هنوز هم از وضعیت ایشون خبر بیشتری در دست نیست، اما میگم چون آمار مشخصی وجود نداره، دقیق معلوم نیست که چه افرادی خب دستگیر شدن، نمیتونیم به طور مشخص بگیم که چه تعداد از این بازداشتی ها زنان هستن. خانم غلامی، یک شایعه هم حالا که اسم خانم فرهان رو آوردید من شنیدم و گفتن که بازداشت زنان و جلوگیری از امتناع از عدم آزادی اونها بر اساس قانون بیشتر بر اساس منویات شخصی برخی از بازجوها یا قصد اعمال فشار یا نوعی تطمیع خانواده اینها درش وجود داره. آیا چنین اتهاماتی به دستگاه قضایی ایران وارده؟ آیا واقعا یک بازجو بنا به میل شخصش که حالا چون این دختر خانم خوشگله من اینجا نگرش دارم واقعا دست به همچین اقداماتی میزنن؟ متاسفانه 100% اینطور هست، امکانش وجود داره، اصلا نمیتونیم این امکان رو رد بکنیم و با توجه به چیزی که خب وضعیت زندان‌ها رو سراغ داریم ازش هیچ بعید نیست که همچین اتفاقی هم افتاده باشه و همین الان شامل حال خب یه عده ای از بازداشتی های مخصوصا بازداشتی های زن بشه، هیچ بعید نیست واقعا این موضوع.
بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم نیلوفر غلامی که همراه ما بودید. ممنونم از اینکه وقتتون رو علی‌رغم گرفتاری دیگری در این بخش از برنامه به ما دادید، همراه ما بودید. به اتفاق آقای اسماعیل پور از شما خداحافظی میکنیم. بخشی از برنامه چشم‌انداز مردمی، بخش شهروند خبرنگار برنامه امشب رو میبینیم. برمیگردیم با جناب آقای مرتضی اسماعیل پور، سردبیر محترمی که از سایت های خبررسان که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند، و در استمرار بحث امشبمون در مورد بازداشت های انجام شده بعد از حوادث تلخ دیماه 1396 با شما عزیزان همراه خواهیم. همگی، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این شعار رو ما روی دیوارهای این کوچه و کوچه‌های دیگه شهر نوشتیم و می‌خواستم در این مورد یک اطلاع رسانی به میهنان عزیز بکنم که ما این رفراندومی که می‌نویسیم رو دیوارهای شهر، منظورمون رفراندوم در قالب جمهوری اسلامی نیست، چرا که یک عده فرصت طلب از اتاق فکر جمهوری اسلامی از این شعار ما مردم سوء استفاده کردند و میخوان سوار موج اعتراضات مردمی بشن و دوباره ما مردم رو دور بزنن و از پشت دوباره سواری بگیرن از ما. ما خواهان رفراندومی بودیم در تحت نظر تمام مجامع بین المللی اتفاق بیفته این رفراندوم، ولی متاسفانه اتاق فکر جمهوری اسلامی میخواد با این حرکتش ما مردم ایران رو دور بزنه و با انتشار فیلمی از آقای خامنه‌ای در که در زمانهای گذشته بوده میخواد ما رو دوباره فریب بده. به عرض همگان برسونم که اکنون یک عده فرصت طلب سودجو با سوء استفاده از احساسات مردم با انتشار فیلمی از گذشته های رهبر قصد دارن پس از گذار مردم از اصلاحات و اصلاح طلبی مردم ایران را دور زده و در چاهی دیگر گرفتار نمایند و با این تاکتیک برای وقت خریدن برای بقا نظام و دل سرد کردن مردم و بی اعتبار کردن ملت ایران نزد جهانیان بی دلیل نیست که سخنرانی خامنه ای را در این شرایط انتشار دادند. اتاق فکر جمهوری اسلامی سری با بکارگیری این ترفند میخواهد دوباره سوار موج اعتراضهای مردم شده و از مردم سبقت بگیرد. جمهوری اسلامی با دزدیدن شعارهای ما مردم آزادیخواه قصد دارد از طریق یک رفراندوم قلابی خود را موجه و با پایگاه جلوه دهد. دزدی همیشه پیش این جنایتکاران خونخوار بوده است. اتاق فکر جمهوری اسلامی باید بداند ما انتخابات آزاد در قالب جمهوری اسلامی نمیخواهیم، چرا که برگزاری هر گونه همه پرسی و یا انتخابات تحت نظارت سازمانهای جهانی بیطرف در چارچوب این حکومت همچنان آب در هاون کوبیدن است. ما انتخابات آزاد را پس از سرنگونی این رژیم منحوس مد نظرمان قرار داده ایم. مثال بارز آن این روزها تسلط دیپلماسی دلارهای نفتی جمهوری اسلامی بر بیشتر مقامات و دولت‌های اروپایی است که شاهد آن هستیم. چگونه چشم بر حقوق اساسی مردم ایران بستند و از اصول صریح قوانین اساسی خود به نفع رژیم جمهوری اسلامی عدول می‌کنند. بر همین مبنا، چرا که رفراندوم را هم مهندسی نکنند؟ قدرت مطلقه رسانه‌ای و شریان‌های اقتصادی تحت کنترل حکومت ولایتی همچنان تزریق کننده سم و مسموم کننده هر اصلی از اصول و اساس انسانیت خواهد بود. امروز فقط اتحاد حول برچیدن نظام جهل و شرارت و ظلم و سپس انتخابات آزاد برای تعیین نوع حکومت و گام‌های بعدی باید در مرکز توجه ما مردم قرار گیرد. ننگ و نفرین بر این سارقان که وقت برچیدنشان فرا رسیده است. لطفاً در انتشار این فیلم کمک کنید و سهیم باشید مردم گرامی. ما مردم ایران خواهان رفع شر کلیت این نظام هستیم و شعار رفراندوم فقط پس از سرنگونی جباران و دیکتاتوران میسر خواهد بود. با تلاش همگیر ما به امید خدا این رژیم منحوس و نابکار رو سرنگون خواهیم کرد و سپس اقدام به رفراندوم خواهیم کرد. ننگ بر این فریبکاران دغلباز. و
وقت بخیر، همچنان بیننده برنامه چشم‌انداز هستید. رسانه افق ایران از شبکه تلویزیونی اندیشه، برنامه‌ای که بار دیگه ما در استودیو مرکزیمون اون رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم بعد از وقفه تقریباً یکی دو ماهه، و خوشحالیم که از این پس نیز به طور یومی روزانه اجرا کننده این برنامه برای شما عزیزان باشیم. بخش‌های دیگر برنامه چشم‌انداز هم به زودی از دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد و روال معمول این برنامه به صورت معین و مشخصی در ساعات شبانگاهی به وقت کشور عزیزمون تهران، ایران، سرزمین مادریمون ایران عزیز و البته پایتخت اون تهران به شما عزیزان تقدیم میشه. تهران شهری است که در اون زندان اوین برقرار هست و این زندان امروز محل نگهداری از بسیاری از عزیزان در بندی است که چه پیش و چه پس از حوادث دیماه 96 دستگیر شدند و البته هنوز کسانی در اون هستند که سالیانی بسیار دورتر متاسفانه به وسیله اموال حکومتی بازداشت شدند. مرتضی اسماعیل پور همراه ما هستن. آقای اسماعیل پور، برمیگردم به شما. من یه لحظه وقت داشتم معرفی میکردم، نام وبسایت مطبوع شما رو فراموش کردم. میتونم خواهش کنم یک بار دیگه وبسایت اطلاع رسانی پیام بود، پیام نیوز بود، درست عرض میکنم وبسایتتون رو؟ هستش، مشغول به سازمان دفاع از آزادی ادیان هم ما به صورت زیر مجموعه اونجا هستش که در آینده البته فعالیت خوش و گسترش خواهد داشت. من پیش از آغاز صحبتم در مورد یک نکته اشاره کنم که یکی از خانم ها به نام خانم مریم یا فویزان جعفرپور نیست از کشته شدگان حوادث اخیر بوده، اما خب همچنان برای تایید شدن نهاییش فرصت هستش. اما اون چیزی که ما از منابع موثق شنیدیم این بود که خانواده ایشون، پدر ایشون عنوان کردن که دخترشون بعد از در اعتراضات بازداشت میشن، یک بعد از 10 روز 11 روز بهشون اطلاع میدن که جنازه دخترتون رو بعد از سردخانه تحویل بگیرید، اما هیچ جایی صحبت نکنید. با این حال خب این موضوع درس پیدا کرد، تصاویری از بنر مربوط به ایشون هم که چهره ایشون بودش وجود داره. با این حال ایشون مهندسی، دانشجوی مهندسی پزشکی فکر کنم اگر اشتباه نکنم بودن. موضوع کشتار مردم موضوعی هستش که جمهوری اسلامی، درسته موضوع جنسیت براش مهمه، اما در زمان کشتار همونطور که مشاهدش هستیم در کشتارهای دهه 60 و یا بعد از اون در موارد مختلف در 88 خانم ندا و سلطان و بعد از اون شاهد اینش هستیم که خانوم ها هم در کنار آقایون جانفشانی کردن و متاسفانه توسط حکومت جمهوری اسلامی جونشون گرفته شده شد. آقای اسماعیل پور، من یادآوری کنم که خطای تلفنمون هم امروز باز هست، 818-301-8000 شماره تلفن ارتباط با استودیوی ما هست که میتونید به راحتی با ما در ارتباط باشید و بینندگان محترم هم در بحث امشب ما شرکت کنند. مشخصا اشاره کردید به اینکه حالا فرصت هست برای اینکه تایید چه هویت ایشون، چه پروسه‌ای رو تایید هویت هر قربانی این حوادث به درازا می انجاماند؟ یعنی آیا خانواده اونها باید اقدام کنند؟ نهادهای مربوطه ای باید این رو تایید کنند که فردی متاسفانه در این حادثه قربانی شده؟ مثلا پروسه‌ای که در مورد واقعا یکی از جانباختگان این حوادث که به هر حال داغ همه ماست، داغ سینه همه ماست، مثلا آقای سینا قنبری یا وحید حیدری، اینها چه پروسه‌ای رو طی می‌کنند که نام اونها به عنوان یکی از جانباختگان یا قربانیان تظاهرات سراسری به ثبت میرسه از منظر نهادهای حقوق بشری مانند شما و سایر سازمانهایی که در این زمینه فعال هستند؟ اون چیزی که خب مشخصه در زمانی که یک فرد جونش رو از دست میده باید افرادی متعید کنن، افرادی از خانواده و یا کسانی که خب خویش و قوم اون فرد هستن. برای همه رسانه ها و سازمان های بین المللی حقوق بشر، همونطور که خودتون مستحسن هستید و استاد بنده هستید، موضوع اینه که باید دو منبع مورد اعتماد و موثق حتما باید اینو تایید کنه. اما اون چیزی که پس از موضوع مرگ و شهادت جناب سینا قنبری رخ داد این بود که و به خصوص بعد از موضوع سارا قهرمانی، جمهوری اسلامی به شدت در زمان تحویل اجساد و کسانی که کشته شدند در راه اعتراض به این حکومت احتیاط میکنه و شدیداً
تهدید میکنه. به طور مثال همونطور که شما مطلع هستید و دوستان عزیز دیگر مطلع شدن در خصوص سارا قهرمانی، فشاری که به خانواده این فرد آوردن، فشاری که تهدیدهایی بود همراهش، تهدید در خصوص برادر کوچک سارا به پدرش و یا خانواده، خب بالاخره مادر دارن ایشون، و فشارهایی که بالاخره روی آقای پدر آقای سارا قهرمانی بود منجر به این شد که ایشون رد کنه. اما اون چیزی که برای سازمانهای حقوق بشری بسیار مهم، همونطور که اشاره کردم در مورد خانم مریم و یا فروزان جعفرپور، اینه که حتما ما تا حالا یک منبع موثق در این زمینه خب پیدا کردیم، صحبت کردن، شهادت دادن در این مورد، اما نیاز به این هستش که دقت بیشتری صورت بگیره. ببینید جمهوری اسلامی با عنوان پروژه شهیدسازی که علیه اپوزیسیون و بالاخره اعتراضات اخیر ایجاد کرد، خواست کشتار رو شروع کنه و اون کار نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای نیستش که حتما مطمئن بشن نسبت به کسانی که در این راه جونشون از دست دادن. من میتونم فقط بهتون بگم که اون چیزی که تا حالا آمار ما داشتیم بیش از 10 نفر بوده که در بازداشتگاه، 10 نفر، البته ما اسامی داریم که به جز 3-4 نفری که به صورت رسانه ها منتشر کردن وجود داره، افرادی که به عنوان کردن که معتاد هستن و به خاطر اینکه مواد مخدر در بازداشتگاه مصرف نکردن جونشون رو از دست دادن. همونطور که شما هم میدونید اینکه یک فرد اگر اعتیاد داشته باشه لاجرم نباید ورزشکار باشه، مثل حالا فامیلی اون فرد یادم نمیاد، و یکی از کشته شدن سنندج یک فردی از ورزشکاران بودش که گفته بودن ایشون به خاطر استفاده نکردن مواد مخدر در زندان در بازداشتگاه جونشون رو از دست دادن. حکومت جمهوری اسلامی خب سعی میکنه این مسائل و به خصوص این کشته شدگان رو خب مخفی کنه و فشار به خانواده ها بیاره که به رسانه ها نگه، اما رسانه ها موظف هستن که پیگیری های لازم انجام بدن. آقای اسماعیل پور، یکی از نگرانی هایی که برخی از دوستان و دست اندرکاران مطرح میکردن، خصوصا در مجامعی که فعالان حقوق بشر در اون مستقر هستن، حتی برخی از کوشندگان سیاسی، گلایه بود که برخی رسانه‌های خارج از ایران انجام میدادن، رسانه‌های دست کم جریان اصلی، میگفتن طیف اصلاح طلبی که در این رسانه‌ها سالهاست جا خوش کرده، حالا که به نوعی فاصله هست بین تظاهرات سراسری مردم ایران و خواسته‌های گروه‌های اصلاح طلب حاکم که امروز بخش عمده‌ای از قدرت و دولت رو هم در اختیار دارند، اینها اون در واقع حلقه های ارتباطشون با داخل کشور رو به کار نمی گیرن و استفاده نمی کنن تا اطلاعات در این زمینه منتقل نشود یا از توانمندیشون برای تصدیق اطلاعات یا هویت قربانیان استفاده نمی کنن. آیا چنین اتهامی به رسانه های جریان اصلی و روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران معطوف به جریان اصلاحات در رسانه های خارج از کشور که مثلا در دوره های قبلی به دقیقه منتشر میکردن این آمارها رو، واقعا وجود داره در این زمینه یا خیر؟ ببینید یک نقش خود رسانه ها هستن، یک نقش پژوهشگران و تحلیلگرانی که دعوت میکنن به برنامه هاشون، اسم نمیبرن به دلیل اون مسائل حقوقی که رسانه ها دارن، اما پژوهشگران و تحلیلگرانی در رسانه های جمعی که خب شناخته شده هستن حضور پیدا کردن و تخفیف دادن این تظاهرات رو و اعلام کردن خب اینها واقعا به هیچ جایی نخواهند رسید، دل سرد کردن، آمار واقعی رو ندادن. بعضی از این افراد عنوان کردن که در چند شهر وجود داشته، در اکثریت شهرها وجود نداشته. ببینید اگر ما بخوایم نمره‌ای به این افراد، به این رسانه‌ها و تهیه کننده های برنامه هاشون بدیم، نمره منفی هستش. جنبش سبز و یا حالا تنش‌هایی که در ایران وجود داشته بین مثلا دو اصلاح طلب و یک اصولگرا بلافاصله خب رسانه‌ای میشه. دلیلش اینه که همخوان تفکرات پژوهشگران و محققین، تحلیلگران، تحلیل کنندگان و مسائل این چنینی هستن. در نتیجه اون چیزی که من معتقد هستم اینه که رسانه‌هایی که حتی مدعی بی‌طرفی در امر اطلاع‌رسانی حسن نمره منفی داشتن. آقای اسماعیل پور، یکی از مباحثی که تو این چند وقته به شدت مطرح شد، خوراندن قرص‌های بینامونشان یا مشکوک به زندانی‌ها در زندان‌های مختلف کشور، خصوصا در زندان اوین بود. در این باره چه اطلاعاتی دارید که بتونید با بینندگانمون در میون بگذارید؟ اول اینکه از این موضوع متادون بودش، موضوعی که خب بسیار انسانو تحت فشار قرار میده نظر روانی،
من یادم آقای اژه‌ای اشاره کردن که در حالی که ایشون خوشو دار میزد فیلم برداری شده و خب البته هیچ وقت این فیلم منتشر نشده نخواهد شد. برای خودم سوال پیش اومد که چطور به طور مثال سازمان زندان ها با اینکه این نظارت کامل دارن، حتی در حریم های خصوصی زندانی ها وارد شدن و دوربین گذاشتن و مسائل مختلف، چرا مانع این خودکشی نشدن که اون خودش خواسته بود این کارو بکنه. اما اون چیزی که در مورد قرص ها و مسائل مختلفی هست، بله افرادی که در زندان بودن، بازداشت بودن، از بازداشتگاه با صدور وثیقه و یا کفالت آزاد شدن، اومدن گفتن که به ما قرص میدادن. ببینید اگر یک ادعایی باشه که یک نفر و یا دو نفر مطرح کنه، خب میشه گفته شاید از نظر جمهوری اسلامی موضوع یک جوری خدشه وارد کردن به اصل نظام که این هم به صورت عمدی وجود داشته. اما وقتی که خب شواهد و همچنین شاهدین زیادی در این مورد پیدا میشن و یا نشون داده میشه که آقای سینا قنبری و یا افراد دیگه تحت تاثیر این دوچار مشکلاتی شدن، خب طبیعتا جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این باشه که چه قرص هایی داده و این قرص ها اولا هیچ نظارتی بر سازمان زندان ها و یا داخل بازداشتگاه اربیل نمیشه و دیگر زندان ها، و هیچ وقت هم جمهوری اسلامی موافقت به این نکرده که نظارتی بر سازمان زندان ها باشه، نظارتی بر بازداشتگاه ها باشه. حتی بازداشتگاه های کلانتری همیشه به خاطر مخفی نگه داشتن شرایط زندانیان و شرایط سخت و اسفناکی که خب به طور معمول مثلا در یک بند قرنطینه در سالن های مختلف، در بند های مختلف اشاره به این میشه که خب باید یه تعداد مشخص باشن کسانی که بازداشت شدن و دوران زندان گذراندن، به خصوص اون بند قرنطینه رو رد کردن، مطلع هستن که اصولا اینجاها تمیز نیست. اصولا خیلی افراد از بدون اینکه تفکیک بشن از نظر سلامتی، از نظر مسائل مختلف، شاید من قصد اینو ندارم که به قاتل بگم انسان نیستش، ولی قصد اینو دارم که قاتل بگم احتمالی که جون یک فرد رو بگیره هستش. و طبعا افراد مختلف کنار همدیگه هستن و هیچ نظارتی به اونجا نمیشه و همین این بندها خودش دچار مشکل شده. افراد زیادی در یک سالن کنار همدیگه خوابیدن و بیماری های مختلفی پیدا کردن. یعنی تنها بحث قرص ها نیستش، بحث اون مشکلات بهداشتی که حتی ایجاد کردن، فشارهای روانی، همه تأثیر میذاره بر یک زندانی. قطعا همینطوره، طبیعتا این بحث ها همه به جای خودش باید بررسیش. اما در خصوص قرص ها، نسرین ستوده هم گفته هایی داره که شنیدن اون حائز اهمیت هست. از همکارانم تمنا میکنم بخش از صحبت های خانم ستوده که در خصوص قرص های متادون همونجور که آقای اسماعیل پور فرمودند رو هم برامون پخش کنه. از داخل زندان من تماسی داشتم که به من گفتن که در یک مسئله طراحی شده افراد رو به اتاق هایی هدایت میکردن که مسئولین قضایی اونجا نشسته بودن و از اونها میخواستن که بگن متادون در اختیار اونها قرار داده بشه. به این ترتیب چه بسا که اینکه همه کسانی که جان خودشون رو از دست میدن معتاد شمرده میشن، اساسا این طراحی شده باشه که امیدوارم این برداشت من اشتباه باشه. خانم استوری، در کدوم، ببخشید قطع میکنم، در کدوم زندان های در زندان اوین اتفاقی که گفتین، همطور که گفتیم به گفته خانواده برخی از زندانیان اتفاق افتاده؟ بله، این اتفاق در زندان اوین افتاده. بیننده یه بخشی از گفته های سرکار خانم نسرین ستوده بوده در گفتگوی با تلویزیون ایران اینترنشنال در برنامه‌ای به نام چشم‌انداز، دقیقا هم نام برنامه‌ای که در افق روی آنتن می‌رود. و خانم ستوده مشخصا در مورد این مسئله صحبت کردن. آقای اسماعیل پور، بگردم به شما. خانم ستوده میگن این اتفاق در حوزه قضایی استان تهران در زندان اوین در شهر تهران بوده. آیا ما شاهد موارد مشابهی از اجبار زندانیان به خوردن مواد، حالا قرص یا هر نوع ماده دارویی دیگری که غیر معین هست یا مشکوک هست، داریم در زندان‌های شهرستان‌های دیگه، یا مثلا در زندانی مثل زندان رجای شهر گوهردشت کرج، یا مهاباد در زندان مرکزی سنندج، یا مهاباد در مناطق کردنشین غرب کشورمون که میدونیم اتفاقات متاسفانه غیر خوشایند متعددی در این زندان ها رخ میده؟
اشاره خانم ستوده دقیقا درست بود. این افراد به صورت کاملا سیستماتیک مجبور به قرص خوردن میشن و یا درخواست متادون میکنن که همین شرایط رو برای زندگی سخت میکنن. ببینید به طور مثال سنگکوب کردن و یا مسائل اینچنینی در زندان وقتی رخ میده، خب جمهوری اسلامی میگه این فرد با توجه به این قرصی که خورده، با توجه به درخواست مواد مخدری که داشته، جونش را از دست داده و ما هیچ دخالتی نداشتیم. در حالی که خب موضوع به نوعی درخواست و یا تایید نظر مقامات جمهوری اسلامی امری بوده که در سالهای گذشته هم صورت گرفته. مثلا مقامات جمهوری اسلامی به فرد گفتن که اگر این کار رو بکنی شما آزاد خواهی شد، اگر این امر رو تایید کنی شما تا عصر آزاد خواهی شد، و یا وعده های دروغین دیگه. به طور مثال اشاره به این میکنن که در بازجویی ها میگن حکم شما 10 سال 12 سال اومده، اگر این کار رو انجام بدید یقینا شما جزو کسانی میشید که همین عصر میتونید برید، پرونده شما بسته میشه. و این چیزهایی که عمدتا افرادی که بازداشت شدن در ایران بارها شنیدن. در مورد شهرستان ها و شهرهای کوچک، بله این موضوع وقتی که در تهران و یا شهرهای بزرگ صورت میگیره در شهرهای دیگه هم صورت گرفته، کما که در سنندج ما شاهد خب کشته شدن افراد در بازداشتگاه هستیم و یا خب به نوعی بعدا اینو متهم شدن به استفاده از مواد مخدری که خود مقامات جمهوری اسلامی برای ثبت این مسئله. ببینید جمهوری اسلامی چند تا سناریو سازی میکنه. سناریویی که فرد اعتراف مثلا میکنه با گروه های تروریستی ارتباط داشته، یا اعتراف میکنه فرد اجبارش میکنه، حتی میگن بعده بهش میدم، اعتراف میکنن که شما بیا مواد از ما بگیر و وقتی مواد گرفت حالا براش اتفاقی افتاد، میگن این مواد و این فرد خودش خواسته. حالا اون لحظات دوربینای مخفی هستش و یا صدا داره ضبط میشه، چیزی که همیشه بوده. اصولا این نوع روند برای فرار از اون واقعی که بعد رو خواهد داد وجود داره. یعنی آماده سازی میکنن اون بازدارندگی یا پیشگیری که شما اشاره کردید در میان صحبتتون با مهمان دیگه، این موضوع همینجا هم ایجاد میشه. یعنی اینا پیش از اینکه اتفاق بیفته میدونن این اتفاق خواهد افتاد، چرا که امر خشونت در ایران مقدسه و در ایران استفاده میشه. در بازجویی ها فشار میارن به بازجویی تا به یک نقطه برسن، چرا که میدونن مردم گناهکاری نیستن، این حکومت هستش که گناهکار هستش و اشتباهات متعددی داره و میخواد با اشاره کردن به مثلا کشورهای خارجی، رسانه‌های خارجی، این چیزها اشتباه خودشو و خطای خودشو پوشش بده و بگه من اگر کاری میکنم جهت حفظ امنیته، ولی خودش در عمل ضد امنیت هستش و زندانیان امنیت جانی در دوران بازداشت ندارن. حالا آقای اسماعیل پور، دقیقا یه نکته خیلی مهم همینجاست، گفتید خشونت مقدس. اخیرا هم یکی از مقامات مذهبی در ایران، یکی از ائمه جمعه، یکی از مقامات مذهبی از مردم عذرخواهی کرده، گفته ببخشید ما نتونستیم اخلاق اسلامی رو ایجاد کنیم، ما به خشونت به رهوه مقدس دامن زدیم. صحبتهایی هم حتی از آقای مصباح یزدی، توریسیان خشونت مذهبی در ایران، در سالهای 88 منتشر شد که حتی تجاوز به زندانی رو مباح و مبارک برای بازجو میدونست و میگفتش که این حق بازجوست که مثلا به یک بازجو، به یک زندانی تجاوز کنه و حتی او رو مورد آزار و تعرض جنسی قرار بده. آیا واقعا میشه گفت که تمام اصول اخلاق، مذهب و انسانیت به یک کلام در منظر نظر آقایون برای قدرت قابل قربانی شدنه؟ ببینید صحبت آقای محقق اگه شما نکنم بود که بله، گفتش ما نتونستیم اون اسلام رو حداقل از نظر اخلاقی ارتقا بدیم، اون چیزی که حداقل تو ذهن من هستش میدارم درست باشه، و یا افراد این چنینی که خب عذرخواهی کردن از مردم. ببینید من در دفاع از اون فرد نیستم، اما اون فرد گوشه ای از واقعیت رو اشاره کردش که البته نمیتونه کاملا صحبت کنن. این افراد اگر صحبتی داشته باشن مثل آقای کدیور و یا آقای مثل آقای سروش، دوچار سرنوشت تلخی میشن. قوغا سالارانی که اون موقع وجود داشتن، نیروهای رادیکال در دانشگاه، خب امان به اینها نمیدن. در مورد مصباح یزدی، کسی که توریسیان هستش، کسی که یار نزدیک احمدی نژاد بود بعد ازش دور شد، و کسی که خب بحث تجاوز مساوی با حج و یا مسائل مختلف رو مطرح کردش،
باید اشاره کنم که آقای مصباح یزدی اصولاً افرادی هستند که در انقلاب ایران هم به نوعی اینها کسانی بودند که بعد از انقلاب اومدن سهم‌خواهی کردند و طمع قدرت داشتن و الان که دارن میبینن مردم اعتراض دارن میکنن همسان با اون اعتراضاتی که البته من کاری ندارم به حق بوده یا اشتباه بوده یا درست بوده در اول انقلاب داشتن خود اینها بودن رادیکال هایی بودن که این کارو کردن و دارن میبینن که مردم دارن اعتراض میکنن دارن مردم اصل ولایت فقیه که تمام منافع زندگیشون از هم سیاسی اجتماعی همه اقتصادی مسائل مختلفشون در بر میگیره زیر سوال رفته کما اینکه احتمال اینکه چند وقت آینده هم باز هم اعتراضات شروع بشه باز هم مردم به خیابون بیان اعتراض کنن به هر نحوی این اعتراضات ادامه پیدا کنه از طریق شعارنویسی و مسائل مختلفی که همچنان هستش خشونت مقدس امری لازم برای بقای نظام این نظامی که نه اسلامیه نه جمهوریه نه مسائل این چنینی پس اینها دغدغه اسلام رو ندارن شاید اسلام ایرادات مختلفی داشته باشه کما اینکه من مدافع اون نیستم شخصا و منتقدم شما نمیخوام باشم فقط میخوام به عنوان بگم یک حکومتی که اسلامی هستش حکومتی که بر اصل ولایت مطلقه فقیه استوار هستش حکومتی هستش که اجازه هیچ گونه نقد رو نمیده چرا فکر میکنه که مقدسه مقدس بودن خودش رو الهام گرفته از یک امام شیعه تصور بر این داره که تا زمانی که اون امام نیاد خب این حکومت باید وجود داشته باشه همه اینا رو وقتی کنار همدیگه میذاریم و یک جامعه سنتی و عرفی رو مشاهده میکنیم میبینیم که خب صحبت از خشونت صحبت از مقدس بودن خشونت علیه دیگر اندیشان علیه مردم علیه معترضین امر بدیهیه به نوعی اینها دغدغه هیچ چیزی رو جز قدرت خودشون ندارن و برای قدرت خودشون حاضر هستن جون انسان ها رو بگیرن کما اینکه تا الان گرفتن من اشاره مستقیم میکنم از 58 به همین الان سالهایی که نزدیک به 40 سال گذشته و ما هر ساله هر دهه ما شاهدین هستیم که صدها نفر کشته میشن افراد مختلفی به جرم نویسنده بودن کشته میشن به جرم سیاسی کشته میشن به جرم دیگرنش بودن کشته میشن یعنی چیزی که مهم هستش بقای نظام هستش و حاضر هستن حتی از نزدیکان انقلاب کسانی که یک زمانی خب نزدیک خودشون بودن بگذرن از میرحسین موسوی میگذرن از افراد نزدیک مثل احمد نژاد میگذرن و دیگر افراد حالا آقای اسماعیل پور توی این بازی کثیف سیاست خب به هر حال میدونیم که چقدر سیاست امر ناپسندی است چقدر به هر حال داستان‌ها و ماجراهای خودش داره مشخصا سوالم اینجاست توی این یک ماه اخیر یه اتفاقی که افتاد بسیاری از توجه‌ها معطوف به حوادث مربوط به تحولات اخیر در ایران شد تحولاتی که واقعا امید رو در دل بسیاری زنده کرد و این چراغ امید که برافروخته شده امیدوارم به سرفرازی مشعل‌های آزادی هم بیانجامد اما در پناه همین امیدی که آغاز شده و این موج و طوفان خبری که ایجاد شده وضعیت برخی از زندانی‌های دیگه به یه عبارتی میشه گفت از صدر اخبار به ذیل اون منتقل شده کسی دیگه صحبت از دادگاه در حقیقت غیر عادلانه محمد علی طاهری که بعد از تحمل سالها زندان دوباره بر مجبورش کردن که از نو محاکمه کنه وکلای او رو به رسمیت نشناختن یا خواهان مثلا فشار برای تعیین وکیل تسخیری برای او شدن یا مسئله آقای دکتر جلالی که گفتن محکوم به اعدام به جرم جاسوسی شده و بعد داستانهای حاشیه اون یا مواردی از این دست یکی دوتا هم نیستن این موارد متاسفانه یکو تمام این پرونده ها به نوعی ساکت شدن میشه در مورد این پرونده ها هم صحبت کنیم به حال این پرونده های بسیار مهمی هستن که در حوزه فعالیت های حقوق بشری مردم در همین یک سال گذشته به طور جدی روی اونها فوکوس بوده روی اونها تمرکز بوده ببین من به این لیست سهیل عربی و افراد دیگه هم میتونم اضافه کنم لیستی که الان ماشاءالله خیلی زیاد خواهد من میخوام خواهش کنم حتما این کارو بکنید حتما اونایی که من به دلیل کوتاهی صحبت مجبورم حذف کنم شما با فرقت بال یک به یک اضافه بفرمایید ببینید موضوع اینه که الان شرایط هر کدوم از اینها وخیم هست شرایط کسانی که خب زندانیان گمنامی که از دهه 60 تا الان موندن و یا زندانیانی که خود سال 88 هنوز حکمشون تمام نشده زندانیان گمنامی هستن
و یا افرادی مثل سعید عربی که باز هم از زندان صدایی ارسال کرد بیرون و عنوان کرد که به خاطر اینکه لباس زندانی به تن نداشته خب به اینو نبردن پزشک، دادگاهش برگزار نشده، شرایطی که میتونست آزاد بشه و باید آزاد میشد طبق قوانین و طبق اون حکمی که اومده بود، اما اینها داخل زندان هستن. یا خانم گروخ ایرانی و خانم آتنا دائمی، کسانی که خب در داخل زندان هستن، داشتن زندگی خودشون رو به نوعی در زندان سپری میکردن و این عمر خودشون رو از دست میدادن، باز هم پرونده سازی شده علیه اونا. متاسفانه بایکوت کردن اخبار بعضی از زندانی ها موجب این شده که ما کمتر در مورد بعضی از افراد در رسانه های عمومی مطلب بخونیم، مطلب ببینیم. تمام تلاش یک سری از کنشگران اینه که فارغ از مسائل جناحگیری این کار رو بکنن، اما اون چیزی که مشخصه متاسفانه بعضی رسانه ها تمرکز خاصی به طور مثال بر یک سری مسائل دارن که جمهوری اسلامی و به خصوص دولت حسن روحانی رو کمی زیباتر نشون داده. در مورد زندانی های در شهرهای مختلفی هستن، زندانی های دگراندیش هستن، زندانیانی مثل یاران ایران، مدیران جامعه بهای ایران که بعد از گذشت 10 سال خورده ای با وجود این که باید از الان دیگه آزاد بشن، ولی خب فعلا 3 تاشون آزاد شده، بقیهشون هنوز آزاد نشدن. ببینید موضوع وضعیت حقوق بشر ایران موضوعی نبوده که یک زمانی خوب بشه، همیشه بد بوده و به سمت بد و بدتر رفتن پیش رفته. چرا که زندانیان فعلی، ببینید من اینطوری بذار بهتون بگم، زمانی که آقای بهزاد نووی با جرم همین موضوع اخلال در ترافیک، حکمی که الان احتمال زیاد به خانم موحد خواهند داد، همون زن خیابان انقلاب، رسانه های اصلاح طلب، بی بی سی و جاهای دیگه، حالا بی بی سی همون اسمو بردن، و رسانه های مختلف تا چندین مدت این موضوع مسخره می گرفتن از نظر حقوقی، و یا در مورد زندانیان 7 تن از دوستان اصلاح طلب جبهه مشارکت که اونها وقتی بازداشت شدن، و یا افراد دیگه ای که روزنامه‌نگاری بودن که برای 6 ماه فقط می‌خواستن، 6 ماه هم البته زیاده، اما حکم 10 سال خیلی از زندانی ها رو هرگز پوشش ندادن. ببینید اینجا بحث انتقاد هست و بحث یک چیز دیگه، بحث اینه که متاسفانه حقوق بشر در ایران خاصه ناخاصه گزینشی شده، گزینشی که لطمه میزنه به آینده ایران، به آینده‌ای که باید تصور بر این بشه که آینده همراه با دموکراسی، آینده همراه با پلورالیسم، هم از جنبه سیاسی، هم از نظر عقیدتی، هم از نظر مسائل مختلف. اما مشاهده این هستیم که متاسفانه خب به طور مثال خانم آتنا دائمی به خاطر اینکه تفکرش استمرارطلبی، اصلاح طلبی نیستش، خب هرگز در رسانه‌های اصلاح طلب دیده نمی‌شه. ببینید اگر من میگم اصلاح طلب به خاطر اینکه خب این رسانه ها قدرت زیاد مالی دارن، قدرت اینا دارن که ساپورت کنن بسیاری از سایت های مختلف رو، اما پوشش نمیدن، و تبعی که خب رسانه های جمعی هم به این افراد بیشتر میکنن. اما در مورد همونطور که گفتم زندانیان اوین و زندانیان رجای شهر ما نباید نگاه کنیم. ببینید در زندان یزد شرایط به شکلی هستش که در زمستان و تابستان زندانی ها دچار مشکلات میشن. در زندان اصفهان شرایط طوری هستش که من چندین تن از زندانیان اونجا رو میشناسم و مطلع هستم، زندانیان عقیدتی هم بودن و الان زندانیان سیاسی که الان حکمشون تمام شده البته، اینها بیماری های پوستی مختلفی گرفتن، بیماری های کلیوی گرفتن. ببینید غذای زندان، محیط زندان و شرایط برخورد زندانی بانها با زندانی ها، اون شرایط شرایط و وضعیت یک زندانی رو در دوران محکومیت بد و بدتر میتونه بکنه. ما همونطور که اشاره کردم خوب نداریم. ببینید گاه هم پیش میاد که اخباری از این که به طور مثال یک فرد مرخصی میاد، اما این مرخصیش اگر پزشکی باشه فقط در همون تاریخ مشخص و باید دوران درمان خودش رو متوقف کنه و باز هم برگرده به زندان. یعنی ما شاهد این هستیم که یک زندانی در هر حالت، در حالت مرخصی گرفتن و یا ملاقات، ما در زندان‌هایی مثل زندان‌های جنوب کشور که تعدادی از بچه‌های دانشجو که مثل زیاد نبوی به اونجا منتقل شده بود و یا افراد دیگه، شرایط اسفناکی بود که حتی برای ملاقات‌های حضوری شرایط خوبی نبود.
تلفن در بعضی از زندان ها قطع، در زندان مثل اوین و رجای شهر که خب همیشه این شرایط بوده برای زندانی و سیاسی، و همین الان تو وقتی که رجای شهر، بچه های رجای شهر از سالان، از یک سالان به سالان دیگه منتقل شدن، تا مدت ها ممنوع ملاقات بودن. همین الانش چند نفر از دوستانی که آزاد شدن، من باشون صحبتی که داشتم این بود که شرایط بسیار سخته، شرایط از نظر امکاناتی که قبلا ساخته بودن الان ندارن و امکانات رو باید خود زندانی ها بسازن. بوفه زندان و شرایط مختلف زندان، اگر من بخوام در مورد این موضوع صحبت کنم خب زمان بسیار نیاز داره و من تا اینجا بسنده میکنم، اما من میتونم بگم که بهتون بگم این شرایط اعتراضات درسته به نوعی این عزیزان رو تحت پوشش قرار داد و کاور کرد، نذاشتش کمتر در مورد اون افراد خبر منتشر بشه، اما این موضوعیه که همیشه وجود داشته. فقط الان رسانه‌های مثل فیسبوک، مثل توییتر، تلگرام که به نوعی رسانه‌های جمعی واقعی ما باید اسمشون رو بذاریم بدون هیچ طرفی، بدون هیچ جانبداری، اونها دارن نقش رسانه‌های بزرگی که میتونستن بهتر باشن برای دموکراسی ایران ایفا کنن. آقای اسماعیل پور، حالا از همین فیسبوک، از همین توییتر با همه فیلترینگی که وجود داره چجوری میشه استفاده کرد؟ یعنی چه راهکاری داره؟ ما چطوری میتونیم حمایت، آیا آخه یک نقدی همینجا مطرحه، میگن خب حالا همه دیگه مبارز فیسبوکی شدن دیگه، میان در فیسبوک یک چیزی مینویسن و یه 4 تا لایک میزنن و فکر میکنن که الان خب دیگه خیلی کار بزرگی کرده، ولی واقعا چگونه میشود از پتانسیل رسانه‌های اجتماعی به طور شایسته برای کمک به زندانیان سیاسی، برای تلاش در راستای رهایی اونها استفاده کرد و بهره برد؟ خانم موحد کسی بودش که تا همین امروز کسی اسمش رو نمی‌دونست. ایشون رو چه رسانه‌ای، چه گروهی بولد کرد و نشون داد جز همین فیسبوک، توییتر، تلگرام؟ ببین اگر شبکه‌های رسانه‌های بزرگ، سایت‌های که مختص موضوع خبرهایی هستن که خب باید خیلی روش کار کنن، کما اینکه چندین روزنامه‌نگار استخدام می‌کنن برای همین کار، اینها زمانی این موضوع رو کاور کردن که در توییتر هشتگش راه افتاده بود، زمانی این کارو کردن که در فیسبوک همه کاور پروفایلش رو عوض کردن، گاهی خیلی‌ها، زمانی این موضوع پیش اومد که تلگرام، کانال‌های تلگرامی اومدن این موضوع رو پوشش دادن و گفتن این خانم روی پست برق وایستاده و اونجا داره بدون هیچ سر صدایی داره یک اعتراضی نشون میده که الان ما شاهدینش جهانی شده. شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بده. حالا اگر ما بخوایم نگاه کنیم توییتر در زمانهای مختلف، عمر هشتگ گذاری در ایران فکر کنم 2-3 سال اخیرشون شده، اما در کشورهای دیگه طی 10-8 سال گذشته وجود داشته. اون چیزی که آماری که مگر اشتباه نکنم و درست گفته باشم، هشتگ زدن و مجبور کردن این که مقامات جمهوری اسلامی جواب بدن یکی از بزرگترین و مؤثرترین راه‌های رسیدن به این هستش که مقامات جمهوری اسلامی پاسخگو کنن و مانع برخورد شدیدتر بشن. ببینید الان در حال حاضر یک فردی که مثلا به طور مثال در یکی از شهرهای کوچک ایران زندگی میکنه، کافی یک موضوع مهمی رو هشتگ کنه، کافی یک موضوع مهمی رو به چند تا از این رسانه‌های انتقال بده، بفرسته به دوستانش، اینو رو توییت کنن یا اشتراکش کنن در شبکه‌های دیگه، این کم کم یک شبکه‌ای میشه که من به نظرم شاید یک زمانی اگر یک سایت 1000 نفر در روز بازدید کننده می‌داشت در اون خبر، یا 10,000 یا 100,000 یا 1,000,000 بار مثلا بازدید کننده‌اش، از همون شبکه اجتماعی کوچکی که یک فرد داره، فالوورش حتی کم داره، فقط کافیه یک بار 2 بار ریتوییت بشه، اون فردی که در یک روستا و یک شهر کوچکی در ایران زندگی میکنه تأثیرش از اون رسانه شاید بیشتر بشه. این موضوع مثلا هشتگ دختر خیابان انقلاب کجاست، 20,000 بار ریتوییت شده و الان البته بیشتر این آمار، چه آماری که من دیروز داشتم،
خب اینها رسانه هستن، اینها کاری میکنن که جمهوری اسلامی مثلا اگر مقاماتش در شبکه‌های اجتماعی هستن وقتی یک پستی رو میذارن، من گاهن زیر پستایی خب به عنوان یک پژوهشگر سعی میکنم همیشه رصد کنم رفتار و رویکرد مقامات جمهوری اسلامی رو. من وقتی میبینم که صفحه آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران زمانی 3-4 هزار لایک میگرفت، الان 1000 لایک میگیره، به این دلیل که خیلی از افراد، خیلی از منتقدین میرن زیر پست توییتر علی خامنه‌ای انتقاد میکنن، حرفی که زده رو جواب میدن، حالا شاید کلی هم خیلی وقتا صحبت نکنن، و الان من شاهد این هستم که یک فرهنگ زیبایی هم راه افتاده، اینه که مقامات جمهوری اسلامی رو به سوال وا میگذارن یا نظرسنجی در موردشون میذارن. این فرد مثلا مثل آقای صادقی و یا افراد دیگه‌ای که تقریبا نگاه مثبتی داشتن و رویکرد نسبتا مثبتی داشتن البته نسبت به بقیه، ما شاید این هستم که پاسخگو میشن. به طور مثال یک توییت میکنه ایشون در مورد همین موضوع متادونی که خب ما چند وقت داریم صحبت میکنیم، تازه ایشون هم صحبت میکنه، شاهد میشیم که خب یک سری سایت های داخل ایران منشر میکنن، یک سری جاهای دیگه بازتابش میدن. پس همین توییتر و رسانه های جمعی به نظر من بهترین تریبون شهروندی هستش که جواب خواهد داد و تا الان هم داده. همین اعتراضات آقای توییتر و تلگرام نبود، اعتراضات به این وسعت نمی‌رسید و بعد از این حتی خطر رسید. آقای اسماعیل پور، برخی افراد میگن که دولت آمریکا باید به مردم ایران اینترنت آزاد بده، با اینترنت آزاد میتونن حکومت ایران رو سرنگون کنن. برخی گروه های رادیکال یا افراطی هم میگن نه، دولت آمریکا باید بره اسلحه به مردم ایران بده، مردم با اسلحه برن نمیدونم بکشن غارت کنن. شما واقعا فکر میکنید که چه کار باید جامعه جهانی، حالا منظورم فقط یه دولت آمریکا نیست، حالا دولت آمریکا رو به عنوان پیشگام میشناسیم، به عنوان نوک پیکان کمک ها عموما میبینیم، جامعه جهانی واقعا باید چگونه به مردم ایران کمک کنه؟ ما البته وقت خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، که منجر به آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران بشه. من جا داره در مورد خانم جیشات هم صحبت کنم، نماینده پارلمان هلند در اتحادیه اروپا، که ایشون هم از اعتراضات دفاع کردن و گفتن جمهوری اسلامی باید این اعدام‌ها، بازداشت‌ها و مسائل مختلف رو حذف کنه. ببینید مجامع بین‌المللی نسبت به رویکرد جمهوری اسلامی خب بسیار خب نگاه منفی دارن، اما خب به خاطر تبادلات اقتصادی بعضی از کشورها خب ما همچنان شاهد حمایت بین‌المللی گسترده نیستیم. در مورد خب من طبیعتا به عنوان یک فعال حقوق بشر هرگز موضوع سلاح رو تایید نمی‌کنم و سلاح خودش خشونت‌باره. چیزی که در مورد خشونت پرهیز رخ میده آینده یه بهتره. خشونت پرهیز به معنای بی‌توجهی و کنار گذاشتن اعتراضات نیستش. اما در مورد اینترنت خب من اون چیزی که شنیدم فعلا اجرای شدنش در ایران سخته و 6 ماه 7 ماه آینده شاید حالا یک سری تدارکات چیده بشه و نیازهای داخل ایران داره که اون اینترنت رو بگیرن. حالا من به صورت تخصصی تو این زمینه نمیتونم وارد بشم. اما اینترنت آیا میتونه حکومت ساقط کنه؟ به نوعی بله. الان ما شاهدی هستیم که حکومت جمهوری اسلامی هم داره اعتراضات رو سرکوب میکنه، هم شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر میکنه و با تمام قوا حتی رسانه‌های جمعی تلویزیون‌های خارج کشور. من احساس میکنم همین برنامه‌ها هم در ایران، خب من البته گاهی میشنوم که خوب میبینم ولی خب پارازیت روش هستش، مانعی میشن که خب به صورت خیلی بیشتر دیده بشه و میان ماهواره‌ها رو جمع میکنن. به نوعی اینترنت و موضوع ترورسانی و شبکه‌های اجتماعی همه کنار همدیگه هستن و میتونن جمهوری اسلامی رو تا الان به زانو درآوردن، فقط مونده بقیه کارش. به این خاطر که به طور مثال فسادهای حکومت جمهوری اسلامی باعث این شده که خیلی از مردم از این حکومت دلزده بشن. موضوع سوء استفاده کردن از دین و سرکوب دیگرشان موجب این شده که دینداران سنتی عرفی ها حتی اونها هم از این حکومت دور بشن و طیف وسیعی از ما بعضا میشنویم که کسانی که به طور مثال مسلمان خیلی حتی تندروی هستن با حکومت، نه من میتونم به قاطع بگم که بسیاری از این مردم از حکومت دور شدن. در کنار اون دانشجوها و مسائل مختلف، چرا زبان انگلیسی رو دارن از ابتدای برم دارن؟ چرا نمیخوان اطلاع‌رسانی در آینده خیلی قوی تر باشه و مردم با زبانهای دنیا آشنا باشن و بدونن که دموکراسی یعنی چی؟ من عذرخواهی میکنم خیلی طول کشید. نه خواهش میکنم، نه بسیار ممنونم با کسالتی که داشتید. خیلی متشکرم که دعوت
دیرهنگام منو پذیرفتید در این برنامه همراه ما بودید. آقای اسماعیل پور، فقط یک سوال خیلی کوتاه. گفتید که به هر حال بر اساس اطلاعاتی که دارید، خب این رسانه‌های تلویزیون، من مشخصا منظورم تلویزیون‌های ماهواره‌ای هست که دریچه‌های مختلفی رو به سمت ایران باز می‌کنن، خصوصا توی حوزه فعالیت‌های سیاسی چند تا تلویزیون کلی ما داریم که در این زمینه فعالیت می‌کنن، بخش تلویزیون‌های جریان اصلی که مشخص هستن، بخی هم تلویزیون هایی که بیشترشون پایگاهشون در لس آنجلس هست. فکر میکنید آیا واقعا تلویزیون های ماهواره ای امروز در ایران بیننده دارن؟ تصویر من و شما رو صادقانه مردم اونگونه که باید در ایران میبینن، یا نگاه ها معطوف به چند شبکه تلویزیونی خاص هست که حالا به حال همه میشناسیم؟ ببینید، من معتقدم که اولا مردم هیچ رسانه ای ندارن جو رسانه، هیچ نمیتونیم بگیم، اما اکثریتشون رسانه هایی جز رسانه هایی که در خارج کشور مثل رسانه شما فعالیت میکنن و چندی رسانه دیگه ندارن و به نوعی چون صحبت هایی میشنون که از دل مردمه و در مورد خود مردم میان سبش، همونطور که شاید هستید جمهوری اسلامی میلیون ها دلار داره هزینه صدا سیما میکنه و میلیاردها البته خودش کسب میکنه از راه های مختلف که مردم رو پای به طور مثال یک سری برنامه های مثل خندمانه و دیگران بنشونه که یک جورایی اون دیده بشه تلویزیون. من معتقدم، ببینید، نمیشه گفت 100%، اما بسیاری از مردم با توجه به اون آمارهایی که یک سری از کمپانی ها در مورد رسانه ها میدن، کمپانی هایی که خب رصد میکنن چقدر بازدید کننده داره سایت ها نشون میده، به تلویزیون ها نشون از این میده که خب مردم استقبال میکنن. اما خب یک سری از رسانه ها با توجه به قدرت مالی بیشتر توان جذب بیشتر رو دارن و در نتیجه خب شاید توجه ها به اونجا بیشتر بشه. اما اون چیزی که مهمه در حال حاضر جامعه ایرانی نگاهش به اینه که حقیقت چی هستش، منتظر صدا سیمای جمهوری اسلامی نمیشینه که یک سری دروغ به اونها بده و من اونجا بهش میگم جایی که دروغ و تزویر میلی هستش. بی نهایت سپاسگزارم مرتضی اسماعیل پور که دوست خوب و روزنامه نگار من که و البته سردبیر وبسایت خبررسان پیام نیوز که از ترکیه همراه ما بودید، بسیار از شما ممنونم و از وقتی که برای ما گذاشتید. سپاسگزارم از شما دوستان و همکاران محترمی که در اونجا بودن، خوشحال شدم مجددا. خیلی متشکرم از شما، عزیزانم که بیننده این برنامه بودید، سپاسگزارم. یادآوری میکنم که تحولاتی که در تلویزیون اندیشه در این چند هفته گذشته رخ داده، زمینه فعالیت رو تغییراتی قرار داده که به زودی شاهد ثمرات این تغییرات در این رسانه خواهیم بود و امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم که همچنان با شما عزیزان از این تریبون به گفتگو بپردازیم. شب خوش، خدا نگهدار. خونشون به جوش اومده، برات یه تالی میکنم.
بزن فلان کن. ناراضی هم دیگه. ناراضی هم. برای چی میزنی؟